شاهرخ میرزای تیموری دختر امیر قیاس الدین ترخان در سال 780 هجری قمری متولد میشه و پدر از او خود قیاس الدین ترخان یکی از کسایی بوده که در دربار امیر تیمور گرگانی شهرت به سزای داشته و مورد حرمت تیمور گرگانی قرار گرفته بوده. ملکه گوهرشاد بیگم بانوی نامدار و نامور ترک تبار شخصیت است، ادیب، دانشمند، سیاستمدار، علم دوست و هنرپرور که تمامی عمر گرانبهای خود صرف اندوختن دانش و معرفت و خدمت در عرصه های مختلف هنری، فرهنگی و ادبی و حوزه تمدنی خراسان کبیر اختصاص میده. ترخانیان یک واژه ترکیه که دقیقاً برای کسای سپرده میشه که این کسها بین رعیت و حاکمان یک نقش واسطه داشتن و به این اساس اونا حتی از در همو اساس زمان از معافیت پرداخت معافیت مالیات هم معاف بودن و به این اساس شما پی میبرین که گوهرشاد در بستر چنین خانواده متولد میشه و رشد میکنه که پدر از او یک جایگاه خاصی در دربار امیر تیمور گرگانی داشته و مورد حرمت بوده. برادرها و فرزندای امیر خود قیاس الدین ترخان که پدر گوهرشاد بیگم بوده همچنین مراسم بزرگی در دربار امیر تیمور گرگانی داشتن و حتی مورخین برای عقیدن که برادر گوهرشاد بیگم به حیث سفیر دربار تیموریان بر عراق در اونجا مقرر میشه و این نشان میده که چقدر این خانواده در دربار تیموری ای که در عهد تیموریان هرات به عنوان پایتخت تیموریان در خراسان بزرگ شهرت پیدا میکنه و بعد از مرگ امیر تیمور گرگانی در سال 807 پایتخت تیموریان از شهر سبز سمرقند بخارا انتقال پیدا میکنه به هرات و شاهرخ میرزا به حیث جانشین پدر بر عرکه قدرت تکیه میزنه و نه تنها خراسان بزرگ بلکه عراق و ارمنستان و سرزمین‌های پهناور از ماورا هم تحت حکمروی تیمور لنگ که بوده سپرده میشه به شاهرخ میرزا و شاهرخ میرزا تمام این سرزمین‌ها را از هرات گوهرشاد آقا توجه خاصی به هنر و ادب داشت. کمتر زنی در تاریخ دیده می شود که در کنار دید ادبی و هنری
در سیاست نیز دست بالایی داشته باشد و این از ویژگی های منحصر به فرد ملکه شاهرخ میرزا بود. ملکه گوهرشاد بیگم صرف به عنوان یا لقب همسری شاهرخ میرزا اکتفا نمی کنه، بلکه با اثر درایت، تدبیر، علمیت، خرد و دانشی که داره در تمام حوزه های سیاست، هنر، فرهنگ و ایجاد تمدن و شکوفایی و رونق تمدن خراسانی نقش فعال و گسترده ای ایفا میکنه و دوشا دوش همسر خود شاهرخ میرزا در آبادانی و شکوفایی هرات و سایر بلاد خراسان نقش اجرایی فعال ایفا میکنه. ملک گوهرشاد در کنار همسر خود زخم هایی که بر پیکر هرات وارد شده بود را التیام بخشید. دیوارهای شهر هرات، قلعه اختیارالدین و دیگر بناهایی را که به اثر حملات چنگیز و تیمور ویران شده بود از نو ساخت و امارات با شکوه زیادی بنا نمود. در زمان شاهرخ میرزا شما بناهایی که در هرات ساخته شده بوده مثل مسجد و مدرسه گوهرشاد بیگم در خیابان هرات و همچنین مجموعه گازرگاه شریف که به شکل اساسی ترمیم و مرمت میشه و همچنین قلعه تاریخی اختیارالدین یا همان ارگ هرات که محل بود و باشه و نشیمن حاکم شهر و همچنین خود شاهرخ میرزا و گوهرشاد بیگم بوده پیشتر در معراق توجه قرار میگیره. با ای که ای خانم نقش سیاسی و فرهنگی در دربار به ایفا میکرده و بازی میکرده، حتی حمایت و پشتیبانی گوهرشاد بیگم از یک هنرمند باعث میشده که این هنرمند مورد توجه قرار بگیره و به اوج بزرگی برسه. اغلب منازعات مهم مردم به تدبیر وی حل و فصل میگردید. او از ثروت مادی که به ارث برده بود به نحو عاقلانه، عالمانه و عادلانه استفاده کرد. همه را در راه بازسازی، اعمار اماکن عامل منفعه و کمک به رعایا به مصرف میرسانید. حتی اهل علم و دانش از مکانهای دور جهت فراگیری علوم به مدرسه وی که در کنار مقبرهش اعمار گردیده است مراجعه می کردند. گفته می شود که این زن دانشمند در امور دولتی و حکومتی به شاهرخ میرزا مشاوره های سازنده می داد و در امور اجرایی نیز نقش فعالی داشت. همچنان در بسیاری از سفرها شاهرخ میرزا را همراهی می کرد. مصلی هرات از جمله آثاری است که در جهان بی‌نظیر است و رخنمای آن چشم هر بیننده‌ای را به سوی خود می‌کشاند. گنبد سبز یا گنبد گوهرشاد مقبره است که متصل به مدرسه، مسجد و مصلی‌های خیابان هرات به دستور ملکه شاهرخ میرزا گوهرشاد آقا ساخته شده بود. ملک گوهرشاد بیگم این مکان را برای این ساخته بود که نخستین کسی باشد که در دل اینجا به خواب دائمی برود. اما برخلاف میلش زندگی آنچنان که میخواست به پیش نرفت و نخستین کس فرزندش بود که در دل اینجا به خاک سپرده شد. امروز از تمام آن مجتمع شکوهمند ساختمانی که از شاهکارهای صنعت معماری جهان اسلام شمرده می شود فقط 5 منار و همین گنبد سبز باقی مانده است که پیکر گوهرشاد بیگم، پسرانش بایسنقر میرزا و میرزا محمد جوگی و نواده‌اش علاءالدوله پسر بایسنقر در آن آرام گرفتند. بخش های دیگر این بنای تاریخی از گزند حوادث روزگار مسئول نمانده و عمدتاً ویران گردیدند. گوهرشاد
ملکه بود که در پهنای جغرافیای خراسان زمین محبوب عامه مردم و بانوی اول کشور شناخته می شد. خود گنبد گوهرشاد بیگم از دو جنا، یعنی از سمت شرق و از سمت جنوب، الحاقیات دیگه داشته. وقتی که شما گنبد گوهرشاد بیگم، مسجد گوهرشاد بیگم و مدرسه گوهرشاد بیگم را یاد میکنین، اینها مجموعه بناهایی بوده که پیوست همدیگر بوده و به اساس در سمت جنوب و در سمت شرق بناهای دیگه بوده که متاسفانه این بناها در سال 1303 ویران میشه و در سال 1325 طرح احداث باغ بزرگ در این جیروی دست گرفته میشن که به نام باغ زنانه یاد میشه و در بالای خرابه های یا ویران های مدرسه و مسجد گوهرشاد بیگم احداث باغ صورت میگیره و گنبد گوهرشاد بیگم چون جز آرامگاه هایی بوده که مورد حرمت مردمان امان است زمان بوده، این به شکل کلی ویران نمیشه و به شکل یک مخروبه در میایه. در سال 825 بازسازی این گنبد دوباره روی دست گرفته میشه و از فروریزی جلوگیری میکنن و این گنبد به شکل اساسی و ترمیم و بازسازی میکنن. در سال 845 هم قسمتی از داخلی این مجموعه سرامیک میشه، قسمت های کفی و مزایک میشه به همو اصل زمان و این مجموعه تحت مرمت قرار میگیره. متاسفانه قسمت های پیزاره از او که مزین بوده با کاشی های معرق به شکل کلی و از بین میره، ولی قسمت بالایی که از دسترس و از گزند حوادث دور بوده اونا پابرجا میمونه که شما بیشتر در داخل ای آرامگاه یک هنر رستامی و کتیبه نویسی میبینین و همچنین مشترک مندی ها و مقرنسی که در زمان تیموریان به اوج تکامل خود خود میرسه در قسمت گوشه های آرامگاه دیده میشه که این مقرنس ها نه تنها در خود داخل گنبد کار شده بوده، در قسمت گلدسته یا همین مناره های مدرسه و مسجد گوهرشاد بیگم هم کار شده بوده که متاسفانه گذر زمان باعث میشه که اون قسمت ها به شکل از بین بره و بقایای قسمت های باقی بمونه. اقدامات عمرانی گوهرشاد بیگم محدود به هرات نبود، بلکه فراتر از هرات نیز پا گذاشت. مسجد جامع مشهد با نوآوری های هنر معماری و کاشیکاری زیبا و مسجد گوهرشاد که هنوز هم پا برجاست از آثاری است که با هزینه شخصی او ساخته شدند. ملکه گوهرشاد بیگم تمامی دارایی خوده، تمامی داشته های مادی و معنوی خوده از سنه 1399 میلادی تا 1447 میلادی صرف ساخت و ساز اماکن عام المنفعه و کمک به رعایا می سازه. از مسجد، مدرسه و مصلا و گنبد سبز یا گنبد گوهرشاد بیگم در هرات گرفته تا مسجد حرم امام رضای قریب رحمت الله علیه در مشهد تا بنای تربت شیخ احمد جام رحمت الله علیه تا مسجد جامع اصفهان، چهار باغ شیراز و قبه شمس الدین در یزد و همچنین مسجد کبود در تبریز، اینها از جمله سازه ها و آثاری هست که از زمان شاهرخ و ملک گوهرشاد بیگم باقی مانده است. بر علاوه چهار باغ که در شیراز احداث شده به دستور ملک گوهرشاد بیگم، چندین باغ دیگر هم به نامهای باغ جهان نما، باغ دلگشا، باغ آرام به دستور ملک گوهرشاد بیگم در سراسر امپراتوری خراسان احداث شده. این مسجد که در مشهد ایران امروزی موقعیت دارد را
از شاهکارهای هنر معماری و یکی از 12 بنای منحصر به فرد در جهان می دانند. این یکی از 360 بنایی است که از این بانوی خردمند باقی مانده است. ملکه گوهرشاد خاتون به الگوی زنان شجاع و هنرمند امروزی تبدیل شده است. از هر گوشه جهان به دنبال شناخت شخصیت آن و عمل کردش روانند تا از آن الگو بگیرند و در مسیر تغییر جامعه و زنده نگه داشتن هنر و ادب می کوشند. از دوران سلطنت شاهرخ میرزا و ملکه او به عنوان عصر طلایی ادیبان و هنرمندان نیز یاد می کنند. پس از درگذشت شاهرخ میرزا، ملکه گوهرشاد بیش از پیش وارد میدان سیاست شد و این باعث نگرانی بازیگران و مدعیان سلطنت گردید که سرانجام به مرگ گوهرشاد بیگم ختم شد. حکومت یا تمدن امپراتوری تیموریان خود گوهرشاد بیگم بعد از مرگ شوهر خود شاهرخ میرزا اداره میکنه و این نشان میده که این خانم چقدر در عرصه سیاست زیرکانه و هوشیارانه به او بلوغ رسیده بوده و چقدر میتونسته اداره کنه. در سال 861 متاسفانه بعد از اینکه کشمکش های زیاد بین نواسه های گوهرشاد بیگم ایجاد میشه، این منطقه به دست ابو سعید، سلطان ابو سعید، یک او هم از اولاد خود امیر تیمور گرگانی، متاسفانه به دست از اونا سقوط میکنه و میرزا علاءالدوله هرات را ترک میکنه و بعد از او توسط حکم که سلطان ابو سعید صادر میکنه در قلعه تاریخی اختیارالدین ای گوهرشاد به شهادت میرسه در نهم رمضان سال 861 هجری قمری. متاسفانه مردم هرات در همان عصر زمان و همچنین کسایی که در همان عصر زمان مورد حمایت مستقیم گوهرشاد بیگم بودن، این فاجعه